دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. همونطور که مستحضر هستین در بحث شیخ شهاب الدین سهروردی در رساله مونس العشاق بودیم و من قسمتی از رساله رو، فصل اولش رو، قسمت آغازین رو یه مقداریش رو خوندم و بعد توضیحاتی رو در رابطه با عقل دادم. حقیقتش نسخه‌ای رو که الان از رساله مونس العشاق دارم به زحمت عزیزان هستی اوریان کامل تره و نکات کاملی رو از نسخه داره، یعنی نسخه کامله. من دوباره شروع میکنم به خوندن رساله از آغاز و بعد توضیحاتی رو که در جلسه قبل دادم اونها رو دنبال میکنم. پس مونس العشاق جناب سهروردی. کتاب همونجوری که عرض کردم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، با آیه سوره یوسف شروع میکنه که احسن القصص هستش سوره یوسف، و دلیل خیلی خاصی داره که یوسف و داستان یوسف رو مطرح میکنه. چون ببینید همونجوری که قسمت‌هایی از داستان رو خوندم، عقل یعنی حسن و نیکویی برادر مهینه، برادر بزرگه، میانی که در واقع عشق بعد از اون باید قرار بگیره دیگه، یعنی اول باید حسن باشه. اساسا جناب سهروردی باید این رساله رو نامگذاری میکرد رساله حسن، احسن، و تو این مایه ها میرفت. چرا گفته مونس العشاق؟ چرا عشق رو مطرح کرده؟ در ارتباطی که این با داستان یوسف میده متوجه میشیم که عشق خیلی مقام بالاییه و اگر انسان در عشق وارد نشه هرگز دست به تعالی نخواهد یافت. به همین خاطر اهمیت عشق رو مطرح میکنه، با وجود اینکه برادر وسطین مهر و عشق. تذکر هم بدم برادر بزرگ و برادر مهین رو شما همون حسن و زیبایی بگیرید، همون یوسف بگیرید. چون باید این رو تصحیح کنم که من اینجوری گفتم، گفتم یوسف نشانه عشقه، در صورتی که یوسف نماد حسنه، نماد زیباییه، و زلیخا نماد عشقه و اندوه نماد یعقوبه. اینها هر کدوم رو این نماد گذاشته بودن و به خاطر همینه که شما میبینید مونس العشاق مطرح کرده، یعنی اینکه اومده و مطرح کرده که حضور عشق، وجود عشق چیزیه که تو رو به حسن میرسونه که نمادش یوسفه. حالا در متن داستان این رو میبینیم و دنبال میکنیم که دقیقا چی میگه و چرا اینقدر حسن رو مهم میدونه و چرا عشق تنها راهیه که ما میتونیم به حسن و زیبایی برسیم. بعد از اینکه آیه رو از سوره یوسف میخونه وارد میشه به یک شعر عربی، که این شعر عربی هم شعر زیباییه. ولولاکم ما عرفنا الهوا ولولا الهوا ما عرفناکم. اگر تو نبودی ما هرگز عشق رو نمیشناختیم، و اگر عشق نبود ما هرگز تو رو نمیشناختیم، او را نمیشناختیم. اینجا او به کار میره، اگر عشق نبود ما او را نمیشناختیم، و اگر او نبود ما عشق را نمیشناختیم. به این نکته که اشاره میکنه یک شعرم از شعرهای بسیار معروف فارسی که شاید زیاد شنیدید بعد از اون میاره که گر عشق نبودی سخن عشق نبودی،
چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. این رو شاید شما زیاد این بیت رو شنیدین. این بیت رو هم میاره، البته بازم بیت داره که من دیگه از اونها میگذرم و میام وارد میشم در داستان خود مونس العشاق. داستان از اینجا شروع شد که بدان که اول چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید گوهری بود تابناک و او را عقل نام کرد. بعد یه صحبتی رو میاره که اول ما خلق الله العقل، اینو من در صحبتها توضیح دادم، و این گوهر را سه صفت بخشید، یکی شناخت حق و یکی شناخت خود و یکی شناخت آن که نبود پس ببود. از آن صفت که به شناخت حق تعالی داشت حسن پدید آمد. پس صفتی در این عقل وجود داشت که از اون صفت چیزی پدید اومد به نام حسن، و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت عشق پدید آمد. به یه نکته‌ای توجه داشته باشید، من توی ریزکاری داستان میخوام توجه داشته باشید. عقل که به وجود اومد، این از هر کدوم از این صفتهایی که وجود داشت در عقل یک چیزی پدید اومد. یکیش حسن بود، یکیش نیکویی بود، یکیش عشق بود که پدید اومد که آن را مهر خوانند. و از آن صفت که نبود به بود تعلق داشت حزن پدید آمد که آن را اندوه خوانند. پس سومی شد چیزی که نبود ولی میباید میبود که اون رو حزن اسمشو گذاشتن که اندوه بهش میگن. این هر سه که از یک چشمه سار پدید آمده اند و برادر یک دیگرند، حسن که برادر مهین است در خود نگریست خود را عظیم خوش دید. این اون چیزاییه که این نسخه کاملتر از اونی که من دفعه قبل داشتم. بشاشتی در او پیدا شد، تبسم بکرد، چندین هزار ملک مقرب از او پدید آمدند. عشق که برادر میانیست با حسن انسی داشت، نظر از وی بر نمی توانست گرفت، ملازم خدمتش می بود. یعنی عشق ملازم خدمت این بود و اصلا نمی تونست چشم از اون برداره، همش در خدمت اون بود. و چون تبسم حسن بدید شوری در او افتاد. عشق که پدید اومده بود وقتی تبسم حسن رو دید، برادر مهین رو دید، برادر بزرگتر رو دید، در عشق یک شوری افتاد. مضطرب شد، خواست که حرکتی کند. حزن که برادر کهین بود در او آویخت، از آن آویزش آسمان و زمین پیدا شد. یعنی وقتی که عشق تبسم حسن رو دید، شور و استرابی درش به وجود اومد، اومد بره به سمت، حرکت کنه به سمت حسن، یه دفعه اندوه از این آویزون شد، اندوه از این آویزون شد و از این آویزش آسمان زمین پدید آمد. من به خاطر همین اشاره کردم به داستان یوسف، چون یه توضیحاتی رو باید بدم. ببینید اون زیبایی یوسف، اون حسنی که در یوسف بود، اضطرابی در زلیخا به وجود آورد، یعنی همون عشق، همین که حرکت کرد به سمت
یوسف و به سمبی خواست یوسف رو به دست بیاره، حسن رو به دست بیاره، چیزی به نام اندوه حزن زلیخا آویخت. قبل از اون اصلا غمی نداشت، داشت برای خودش راحت زندگی میکرد و ملکه درگاه بود و همه چیز در اختیارش بود و از این آویزش آسمان و زمین به وجود اومد. بسیار نکته مهمیه. اون چیزی که جهان ما رو، اون چیزی که جهان ما، آسمان و زمین ما در این دو بود داره حرکت میکنه و شما دارید این رو میبینید، در واقع اندوه و عشق. این دوتا مهمترین پایه های آسمان و زمین زندگی ما هستند. من صحبتم رو با این موضوع شروع میکنم که چی داره گفته میشه از این داستان. ببینید، داره فلسفه آفرینش رو بیان میکنه. دیدگاهی که در فلسفه آفرینش داره دیدگاه علم زیست شناسی نیست، دیدگاه انسان شناسیه. در اینجا به دو تا مورد توجه شده، یکی مسئله انسان شناسی و یکی مسئله هستی شناسی. به جفت این دوتا دقت کرده و هر دوتای اینها رو به ظرافت خیلی خاصی تو داستان آورده. من اینو توضیح بدم، در این کتاب‌هایی مثل کتاب سهروردی شما جهان رو از نظر زیست شناسی مطالعه نمی کنید. شما نمیاید مطالعه کنید که مثلا میگم این زمان زمین از خورشید جدا شد، حالا نمیدونم سرد شد، حالا چی شد چی شد چی شد تا موجودات زنده به وجود اومدن. این دیدگاه زیست شناسیه. اما تمام زندگی بشر که دیدگاه زیست شناسیش نیست، چیزهای متفاوتی داره. یکی از اونها خود ما و ارتباط ما با هستیه. پس دقت بکنید این چی داره میگه. میخواد به ما بگه آسمان و زمین ما، در عرصه‌ای که ما حرکت میکنیم، در این عرصه اون چیزی که وجود داره فقط و فقط رنج، اندوه و مهره. این دوتا در هم آمیختن، اینها در هم تنیدن. این میخواد این رو مطرح کنه. ببینید، شما وقتی که با زندگی رو در رو میشین، ما وقتی که میخوایم زندگی رو بشناسیم، ما رو در رویمون با زندگی آیا فقط از دریچه تعقله؟ تعقل از نظر استدلال منطقی و تعقل حسابگرانه ما به زندگی آشنایی پیدا میکنیم یا واقعیت‌های دیگه‌ای وجود داره؟ یعنی شما ببینید، ما هر چیزی رو که در جهان میشناسیم آیا فقط از دیدگاه تعقلی میشناسیم؟ این یک دیدگاه ماست. شما میرید سالها در مدارس، دانشگاه‌ها درس میخونید، یک رشته تخصصی رو پیدا میکنید، یاد میگیرید که فرض کنید فلان موضوعی رو که میخواین انجام بدین از این راه باید برید که بتونید در کشف، اختراع، درمان بیماری و یا هر چیز دیگه‌ای به نتیجه برسین. این همش عقل شماست. اگه عقل نباشه که جلو نمیرید. در برخورد با طبیعت، در برخورد با هر چیز همینه. ولی آیا این تنها پرده‌ایه که گشوده میشه در مقابل ما یا نه؟ یک پرده دیگه‌ای هم از زندگی برای ما کنار میره و اون پرده ربطی به تعقل انسانی نداره و اون پرده مهره. وقتی که پرده مهر در جلوی چشم ما کنار میره، شما میبینید در اینجا تعقل معنی پیدا نمی کنه. ببینید، شما فرض کنید یک گل خیلی زیبا رو میبینید، غرق در این گلید. چرا غرق در این گلید؟ برای اینکه هیچ دلیل منطقی ما برای این نداریم، هیچ دلیل منطقی برای این نداریم. اما شما
عاشقانه این گل رو میبویید، در کنار خودتون میذارید و شاید مدتها درش غرق بشید، دقایقی رو بگذرونید که برید تو اون عالمی که این گل برای شما ایجاد میکنه. همینطوره وقتی که عاشق میشیم، وقتی که یک فردی رو میبینیم، آیا دلایل تعقلی براش داریم که عشق به وجود میاد؟ من دارم راجع به مهر واقعی صحبت میکنم، نه عشق هایی که از پی رنگی بود. عشق نبود عاقبت ننگی بود. نه اینکه من عاشق فلانی میشم به خاطر پولش، به خاطر قدرتش، به خاطر ده ها چیز دیگه، نه، واقعا میبینم، چشم باز میکنم و عاشق میشم. دلیل منطقی داریم؟ دلیل منطقی نداریم. ما دو جور با جهان برخورد میکنیم، یکی برخورد عاقلانه است و یکی برخورد عاشقانه است. این دوتا چیزهایی هستند که ما، این دوتا ابزارن، دوتا بالن، دوتا پر پروازن که ما میایم و جهان رو در میابیم. غیر از این که نداریم، ما چیز دیگه ای داریم؟ یا ما عاقلانه است یا مهرورزان است. شما میرید در کیهان تحقیق میکنید، در کهکشان تحقیق میکنید، در مسائل پزشکی تحقیق میکنید، هر چیزی، این دیدگاه، دیدگاه عاقلانه است. حالا دیدگاه عاقلانه میتونه دیدگاه علمی باشه، میتونه دیدگاه فلسفی باشه، ولی شما برای شناخت و یا مخلوطی از این دوتا باشه، برای شناخت شما به این ابزار احتیاج دارید. هر چیزی همینطوره، فینانس برید، اقتصاد برید، این رو لازم دارید در زندگی خانوادگیتون، زناشوییتون، هر چیزی. اما یک فاکتور دیگه ای وجود داره و اون فاکتور، فاکتور عشق، مهره، که اون شما تمایزش رو از تعقل میبینید. یعنی دوست دارین چون دوست دارین، هیچ دلیلی هم نداره. پس جوهر اولیه‌ای که به وجود اومد به نام عقل، سه تا صفت داشت که از صفت اول حسن پدید اومد، از صفت دوم عشق به وجود اومد. حالا اندوه این وسط کجا میره؟ اندوه داره چی کار میکنه؟ ببینید، شما زمانی که با این دوتا بال، این دوتا بال حقیقتی هن در وجود انسان که غیر قابل انکارن و همه ما به آنی که به خودمون نگاه کنیم و در خودمون متمرکز بشیم این رو فوری میابیم، اصلا احتیاج به توضیح نداره. اما یک جاهای، یک جریان، یک فاکتور، یک واقعیت سومی وارد این داستان میشه و اون فاکتور سوم و اون واقعیت سوم چیزیه که ما بهش میگیم اندوه، بهش میگیم ملال، بهش میگیم رنج. این میاد در کنار این دوتا بال قرار میگیره. خیلی دقت کنید، شما دیگه هیچ چیزی غیر از این پیدا نمیکنید که اندوه میاد و در کنار این دوتا بال در میشه بال سومی برای ما و ما با این بال سوم مشکلات زیادی رو برخورد میکنیم. این اون سه چیزیه که این داره بیان میکنه. و شما در کلیت انسانی، در کلیت بیکرانگی انسان، به غیر از عقل در این زندگی، در جسم، مهر و عشق و یا اندوه و رنج، چیز دیگه ای نمیبینید. همش این است. ببینید، اندوه اومد، عشق خواست حرکتی کنه بره سمت حسن، عشق میخواست بره سمت حسن، اندوه اومد و از این آویخت و اتفاقی که افتاد، آسمان و زمین پدید اومد. یعنی اینکه راه رسیدن به حسن مشکل شد، یک جریانی پیچورشون رو گرفت. ببینید، اندوه چرا به وجود میاد؟
رنج چرا به وجود میاد؟ باز برمیگردم به همین مثالی که خود سهروردی میزنه سر داستان یوسف و زلیخا، و بعد میرم خیلی از توضیحاتی که خودشم حالا در وسط های داستان میده. الان یک پدیده عشق به وجود اومده، حسن جلوه کرده، یوسف جلوه کرده و زلیخا این رو دیده. تمام زندگیش رو ببینید، عقل از کار افتاد، میای اون درگاه، اون بارگاه، اون نمیدونم زندگی شاهانه رو به این صورت خراب کنی. وقتی که مهر میاد جلو، این قدرت تعقل، این قدرت عشق بلافاصله تحت شعاع اون قرار میگیره، همه چیز از بین میره. و علت اصلی اینه که حسن لبخندی میزنه ولی از دست زلیخا فرار میکنه. از دست زلیخا فرار میکنه. دیگه داستانیشو نمیدونین، دیگه داستانا رو توضیح ندم، دیگه بهتر از من داستانا رو میدونین. اون وقت زلیخا میمونه با اندوه، زلیخا میمونه با رنج. ببینید، رنج و اندوه به دلیلی که به وجود میاد و خیلی مسئله مهمیه در ما، زمانیه که عشق، من اینها رو قبلا توضیح دادم، الان همون توضیحات خودم رو باز میکنم، ما مخلوق به وجود آمده از عشقیم. ما خمیرمون رو به قول حافظ وقتی که گل ما رو می سرشتند در اون شراب ریختند، می ریختند به جای آب. این یعنی همین، یعنی مهر و مهرورزی جزو سرشت اصلی انسانه و این تنها راهیه که میتونه فرد به سمت حسن، کمال برتر حرکت کنه. اما نمیکنه، چون عشق و مهر در چیزی اسیر میشن که من قبلا این رو بهتون گفتم، مسئله عاطفه، توضیحاتی که سر عاطفه دادم. اون چیزی که در ما پدید میاد، گفتیم انسان هبوط کرده، هبوط کرده از عقل بالا اومده پایین. یعنی چی؟ یعنی از آسمون اومده پایین؟ نه عزیز من، یعنی یک جوهر مطلق که هیچ گونه وابستگی نداشته برای تمام شهودهاش، برای تمام به اصطلاح من لذایز، حالا شادیهاش، اینها لغتهایی که شاید هم زیاد مناسب نباشه، به طور مستقل قدرت داشته به همه چی برسه، هر جوری میخواد درک کنه، هر جوری میخواد کشش پیدا کنه. ولی اومده به جایی رسیده که به عقل حسی محتاج شده. این یعنی هبوط، هبوط در عقل حسی. چشمش نبینه، گوشش نشنوه، دستش لمس نکنه و یا پنج حسش از کار بیفته، قدرت تعقلی این هی محدود و محدودتر میشه. این یعنی هبوط، اومده پایین تا عقل جزوی، از عقل جزوی اومده تو عقل حسی و در عقل حسی اسیر شده، که باز الان همه اینا رو خود جناب سهروردی توضیح میده. در این اسیر شده، عشق چهرش تبدیل شده به عاطفه. عاطفه یعنی چی؟ عاطفه یعنی جاییه که مساوی میشه، مساوی میشه با خواستن. من میخوام فقط و فقط میخوام. انسان که نمیتونه نخواد، اگر نخوام که قدم از قدم نمیتونم بردارم که، پس باید چه بکنم؟ پس باید کجا برم که بتونم هم بخوام و هم در این حالی که میخوام
این اندوه بر من مستولی نشه، چون نخواهی که اصلا نمیشه، بالاخره باید بخوای. ما هم هی میگیم آقا خواستن چیز بدیه، ولی خب اگر نخواهی که زندگی جلو نمیره که. میخوای که میری غذا میخوری، میخوای که میری مسافرت، میخوای که کار میکنی پول در میاری، این خواستن ها باید باشه دیگه، نباشه که نمیشه که. شما یک نیروی برتری درتون وجود داره، در تمام ما وجود داره. تمام مسئله ما اینه که به این چیزها توجه نمی کنیم. ببینید وقتی که خشم بلند میشه، قدرت عشق، قدرت عقل، همه چی تحت و شعا میره. این اون اندوهه که وقتی عصبانیه دیگه نمیخواد بفهمه، چون فقط توجهش به خواستشه، فقط توجهش به خواستنشه. شما میتونید این بال سومی که میچسبه به عشق و عقل، این رو الیمینیت کنید. میتونید کاری بکنید که این بیاد در کنار شما قرار بگیره، به جای اینکه باری بر شما باشه. چون در داستان میبینید دیگه، یعقوب بالاخره به یوسف میرسه. این یعنی اینکه، یعنی اندوه به حقیقت میرسه. این چه زمانی امکان داره که من بتونم بار این اندوه رو سبکتر کنم؟ شماره یک رو من بارها براتون توضیح دادم، اینجا قوه عاقله شماست که میاد جلو، با حقیقت رو در رو میشید. هر چیزی که در جهان، هر چیزی که در جهان به شما تعلق پیدا میکنه، سایه نابودیش درشه. لذت همیشه سایه رنج درشه. اگر سایه رو دیدی، اگر سایه رو دیدی و به اون رشد رسیدی که اون سایه رو درک کنی، بار اندوه کمتر میشه. اگر اون سایه رو نبینی، این اندوه دست از سرت بر نمیداره. این رو من بارها براتون توضیح دادم. چون خیلی مهمه ما تحت تأثیر قرار نگیریم. من یکی از عزیزان خودم برام یه داستانی رو چیز میکرد. خب این مثلا میخواست بچه دار بشه و بچه دار شد. حالا موقع وضع حمل خانوم مشکل به وجود میاد، قلب بچه کار میفته، حال خانوم بده، فلان، همه جور چیز که بلافاصله حالا سزارین انجام میشه توی بیمارستان و اینا، الحمدلله همه چی درست میشه. من دیدم این خیلی قوی با داستان برخورد میکنه، یعنی خیلی از دست رفتن هم بچه هم همسر وسطه. گفتم که چرا خیلی قوی بودی با داستان؟ گفت برای اینکه همه اون روز اول به من یاد دادی که هر لذتی سایه نابودی درش هست. این رو از اول ببین، من برای هر اتفاقی از روز اول آماده بودم، برخلاف اون چی که هی به من القا می کردن که الان شاد باش، الان بخند، الان گریه شوق کن، تو الان داری پدر میشی. من این رو یاد گرفته بودم از تو که همیشه اون سایه هست، اون سایه رو فراموش نکن. به چیزی هم که جوگیرت میکنن توجه نکن. اینا همش حرف اضافه است. اونی که باید اتفاق بیفته میفته. این شما میتونید سایه اندوه رو کمتر کنید، نمیتونید مطلقا از بینش ببرید، اما میتونید کمترش کنید. حالا شما بسیاری کسای دیگه رو میبینید از اون دقیقه اول داره اشک میریزه، گریه میکنه، او مای گاد، من اصلا نمیدونم چی شدم. حالا چه پول باشه، چه فرزند باشه، چه فرق اینا با هم نمیکنن، همش جزء عاطفه است. اینا شما فکر نکنید فرقی میکنه. عزیز من، اگر یک آن اتفاقی افتاد که تو کل هستی در بین میره، اینجاست که شما عشق رو میبینید در اسارت عاطفه میمونه،
داره دیوانوار میره جلو. اینجا جاییه که اندوه ازش آویخته شده، در هوای عشق نفس نمیکشه. هر چیزی همینه. من اینو قبلا هم براتون توضیح دادم. دو، به غیر از این موضوع اینها رو خیلی اینا راهکارهای خیلی ساده ایه که احتیاج به هیچ دوا دکتر و درمون و روانشناسی هم نداره. از روز اول اگر یاد بگیری که خیلی شاد نشی بر هر چیزی و یاد بگیری که سایش درش هست و باید برای بدترین ها انتظار داشته باشی ولی برای بهترین ها تلاش کنی، اگه این یک کلمه رو یاد بگیری میبینی مشکلات یه مقدار اومد پایین. و زمانی که ما میریم در مسرت لذت ها، وقت این سایه با ما بای بای میکنه. وقت فقط در عاطفه مهر وجود نداره، خشم وجود داره. عاطفه رو در نظر داشته باشه. اینجا اینا رو قبلا توضیح دادم. شما ببینید یه مادری، حالا اون موقع ها بود، حتی حالش هم خیلی زیاده، مادری رو شما در نظر بگیرین، بچهش رو خیلی هم دوست داره، بچه هی داره اذیت میکنه، شیطونی میکنه، هزار کار میکنه، حالا یهو بلند میشد بچه رو میزد، ذلیل بمیری چرا این کارو کردی، بچه هم گریهش در میومد. دو دقیقه دیگه نگاه میکرد میدید بچه داره گریه میکنه، میرفت بغلش میکرد، مامان ببخشید، مامان قربونت برم، من عصبانی شدم. این یعنی عاطفه. بچه این وسط گیج میشه، چون آتش عشق به دود عاطفه رسیده. این یعنی همین، این یعنی همین. آتش عشق به دود خفه کننده ای تبدیل میشه که اون عاطفه است. اینجا اندوه مطرح میشه. ولی کسی با خواستن مشکل نداره، فقط باید همینه بفهمی. چیز دیگه ای رو که در کنار این بفهمی، ولی به شماره دوشم میرسم، در کنار این من توضیحات زیادی دادم، باید این رو در نظر بگیری که هر کدوم از ما که روزی که از این دنیا میریم صدها و صدها از این خواسته هامون وجود داره که این خواسته ها برآورده نشده. چرا اینها رو تبدیل میکنیم به کینه؟ چرا اینها رو تبدیل میکنیم به عقده؟ چرا اینها رو تبدیل میکنیم به خشم؟ کی در این کره زمین پا به عرصه وجود گذاشت و زمانی که خارج شد تمام خواستهاش برآورده شده؟ اگر هم در این کتاب ها به شما دارن میگن، خب دروغ میگه، میخواد زجرت بده، خشمشو به جای اینکه با فحش و توهین و علتت تو بخواد خالی کنه، یه چیزی بهت میگه که همچین مخ تو بزنه که تا آخر عمر عذاب بکشی. خب عزیز من، اگه تو هر کتابی، تو هر فیلمی، تو هر جایی دیدی بهت دروغ گفتن. هیچ کس تو این دنیا نیومده که وقتی که از این دنیا میره تمام خواستهاش برآورده شده باشه. شما یک آن در نظر بگیرید این فرمول ها خیلی سخته. خیلی خواسته ها رو من دارم، خب ایشم نمیرسم، خیلی هم دلم میخواد، خیلی هم تلاش کردم، حالا نشد. مگر اینکه بریم توی این سخنرانی های انگیزشی همش بگیم تویی، تو میتونی. نه عزیز من، یه جاهای آدم میتونه، یه جاهای آدم نمیتونه. اینا حرف اضافه است. اگه میخوای واقعی ببینی، این یه طرف داستان. پس دو، چیزی که باز بهت کمک میکنه مسئله رازدانی و رازشناسی جهانه. ندونستن جهانا، علم به جهان رو نمیگم، علم به جهان یه موضوعه. شما میرین تحقیق میکنین فاصله مریخ تا زمین چقدره، فاصله خورشید چجوره، نور خورشید چقدر طول میکشه به زمین برسه، نمیدونم مولکول آب از چی تشکیل. اینها علمه، در دیدگاه علمی برخورد میکنین. اما اون چیزی که مهمه، اون چیزی که من در این زمینه دارم میگم، مسئله رازدانیه. شما با راز آشنا میشین، یعنی متوجه میشید که این هستی که در مقابلش قرار گرفتید مالا مال از راز هاست. راز رو هرگز سعی نکنید بفهمید، تا
تا زمانی که تو مرحله گذر از قلب به اشراق نرسیدید. هرگز نخواهید فهمید، بیشتر گیجتون میکنه. اما همین که میدونید جهان پر از رازه و بهش رسیدید، میدونید رازی بوده که امروز این پول رو به تو دادن و فردا از تو گرفتن، امروز این آدم رو به تو دادن، این آدم هر کی هست و فردا از تو گرفتن، در اینها رازهایی وجود داره. اگر در اون رشد و تعالی برسی که این رازها رو ببینی در شهودت، در تجربیات زندگیت، متوجه میشی که هر چیزی درش رازی نهفته است و به دلیلی میاد بیرون و اتفاق میفته. من حرفای خیلی غیر واقعی بهتون نمیزنم و اینها رو اگر به همین این سادگی که من میگم در خودتون نهادینه بکنید، میبینید مسائل خیلی ساده تر شد، مشکلات خیلی ساده تر شد. چون تمام هستی و راز هستی همینیه که جناب سهروردی داره میگه، غیر از این چیز دیگه ای وجود نداره. ببین عزیز من، فقط میخوام متوجه دقیق حرف من بشی که وقتی میگم این اندوه رو میتونی اینجور کنترل کنی و میتونی اینجور برش مسلط باشی. من بارها در رابطه با زمان روانی صحبت کردم. من میخوام فقط این حرف رو باز کنم که تو میتونی بر رنج مسلط باشی، منتها تسلیم کردی خودت رو، فقط همین. ببین، ما زمانی که راجع به زمان روانی صحبت میکنیم، شما هر زمانی که در مسئله اندوه و رنج میایید، در درون خودتون متوجه میشید که زمان تغییر کرد، زمان عوض شد، زمان داره طولانی تر میگذره. شما به قول سعدی، شب هست که به اندازه یک سال طول میکشه، اینقدر اون داره سخت میگذره. زمان که همون زمانه. چه فکتوری در تو تغییر کرده که این زمان داره به این طولانی میگذره؟ زمان. حالا شما درست جایی که در وصالی، شما فرض کنید، اینا صحبتایی که عرفای ما میکنن، فرض کنید یه دلبری دارید، از این دلبر دورید، بعد از مدت‌ها الان یک حالتی پیش اومده که شما کنار این دلبر نشستین، فردا صبح هم این دلبر باید بره. این دلبر هر کی هست؟ اون شب تا صبح به آنی میگذره، اصلا چشم باز میکنی زمان تموم شد. این زمان که همون زمانه. پس چه چیزی در تو اتفاق میفته که یک همچون تغییری رو در زمان میبینی؟ یه عزیزی یه چیزی رو برای من گفت در رابطه با این زمان روانی که اینو دوست دارم، چون خیلی قشنگ حک میکنه تو ذهن آدم. یعنی چی؟ زمان روانی مهم اینه که فرد در کدوم طرف در توالت قرار داره. دقت کردین؟ وقتی کسی که توی توالت اونور در نشسته، راحت اصلا زمان رو نمیفهمه. حالا این بیچاره‌ای که داره داغون میشه، میخواد بره تو، این زمان چقدر بهش میگذره، چجوری بهش میگذره. پس این در ما وجود داره، منکر این که نمیتونیم بشیم. اینور یا اونور در قرار گرفتی، زمان برای تغییر میکنه. درست شد؟ ما هر لحظه داریم در این لحظه هایی که نقطه 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 کنار هم قرار دارن حرکت میکنیم. من از لحظه صحبت میکنم، من از لحظه دارم حرف میزنم، کاری به ثانیه ندارم. و لحظه خیلی پایین تر از ثانیه است. حالا کاری بهش ندارم چقدر هست و اینا. کوچکترین
زبان رو شما در نظر بگیرید، لحظه. آیا شما زمانی که یک لحظه رو در حالت شهود عرفانی، اون لحظه رو، اون اکنون رو، اون آنی که من تو این 10 سال میگم داری درک میکنی، آیا اون آن رو در آن، در همون آن داری درک میکنی، یا آن بعدی داری اون آن رو درک میکنی؟ یعنی اون لحظه تموم شده، تو وارد لحظه بعدی شدی، داری اون لحظه رو درک میکنی؟ بسیار دقت کن، همین ثانیه رو بگیریم، لحظه رو بذاریم کنار. اگر در یک ثانیه یک چیزی برای من توی مطالعه‌ای کردم، یه کتابی خوندم، یه فیلمی دیدم، یه صحنه‌ای گفتم او واو چه چیزی رو کشف کردم، اینی که در اون آن اتفاق افتاده کشف من آن بعدیه، ثانیه بعدیه. درسته؟ من فکر می‌کنم هیچ کدومون تو این موضوع شکی داشته باشیم که ما آن رو و اکنون رو در خودش نمیتونیم درک کنیم، آن بعدی درک میکنیم. درسته؟ این وضعیت روانی ماست. وضعیت روانی ما طوری قرار گرفته که آن و لحظه از دست ما میره. اکنون همیشه برای ما کهنه است. من میخوام اینو بهتون بگم، این وضعیت روانی ماست، وضعیت روانی عموم انسان هاست، که اکنون درای ما دیگه شده هیستری، شده تاریخ. من ثانیه قبل فهمیدم، ولی دارم در ثانیه بعد تازه فهم خودم رو درک میکنم. این زمان، وقتی زمان گذشت، یک ثانیه، یک ساعت، یک لحظه و 100,000 سال یکی میشه. آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه 100 وجب یکی میشه. این موقعیت روانی ماست. به همین خاطر شما میبینید ما در این موقعیت روانی اندوه بر ما مسلط میشه، چون لحظه و اکنون رو در اکنون نمیفهمیم، در لحظه بعد میفهمیم، در زمان بعد میفهمیم. حالا به حرف من خیلی دقت کنید چی میخوام بگم. اصلا همه حرف این عرفا همینه میخواد بگه. تا زمانی که موقعیت روانیت همینه، تو از اندوه خلاصی نخواهی داشت، اندوه سراغت میاد. و میبینی حرف من رو با مثالی که دارم میزنم، این موقعیت روانی در که لحظه ها در شرایط متفاوت متفاوت میشه، در سختی طولانی میشه، در خوشی کوتاه میشه. پس این به تو برمیگرده، پس تویی که میتونی بر این زمان مسلط باشی، تویی که میتونی بر زمان مسلط باشی. بسیار دقت کن چی میگم. وقتی که حالت روانی من در اضطراب و اندوه، زمان طولانی میشه. رفتی پشت نمیدونم مطب دکتر، یه بیماری ناشناخته، منتظر جوابتی. حالا 5 دقیقه میخوای بری تو، این 5 دقیقه برات 5 سال داره میگذره. حالا 5 دقیقه که همون 5 دقیقه است، غیر از این که نیستش که. پس ما میتونیم در زمان روانی و در زمان تأثیر داشته باشیم. کسی که صاحب اندیشه نیست، کسی که دارای اندیشه نیست، همیشه کهنه است. ولو همین الان، توضیح دادم، همین الان که داره لذت میبره، لحظه بعده که داره لذت میبره، لحظات کهنن. اون لذت این در لحظه دیگه به وجود میاد. انسانی که صاحب اندیشه نیست همیشه کهنه است.
من اندیشه رو یه توضیح بدم براتون. ما وقتی که میگیم اندیشه، اینجا داریم از پدیده‌ای صحبت میکنیم که این پدیده یک جریان کاملا کیفیتی درونیه. من میتونم الان اینجا بشینم یا هر کس دیگه، پیچیده ترین آثار هگل رو، آثار هگل همش پیچیده است، پیچیده ترین آثار هگل رو کلام به کلام حفظ کنم و بیام برای شما اینها رو دونه به دونه توضیح بدم. خیلی ها میتونن این کار رو بکنن، حالا نمیگم خیلی ها، ولی بعضی ها میتونن این کار رو بکنن. اما من صاحب اندیشه نیستم، من میتونم بیام و یه درسایی رو حفظ کنم و خیلی راحت به شما برگردونم. من حافظه قویی دارم، من یه نوار ضبط صوتم. این بهش نمیگن اندیشه ها. حرف مال هگله، حرف مال شوپنهاوره، پوزشو من دارم میدم. اینو بهش نمیگن اندیشه. حرف رو مولانا زده، فلان صوفی زده، من فقط دارم اون رو تکرار میکنم، دارم پوزش. به این نمیگن اندیشه. اندیشه شرایطیه که زمانی که من در هستی حضور پیدا می کنم، حضور خود را درک می نمایم. این یعنی اندیشه، این یعنی اندیشه. اندیشه به معنی این، چون خیلی خیال می کنم ما مثلا هرچی با سواد تر باشیم اندیشه یه برتری داریم. سواد ربطی به اندیشه نداره. واسه همین یه وقتایی منم هجی قداد می کنم بابا بیاین حرفای اینا رو بفهمین، ای برادر تو همه اندیشه ای، این به خوندن کاری نداره. یعنی چی حضور خودت رو درک کنی؟ با من بیاین، خیلی دقت کنید، باورم کنید، اگر همین هایی رو که میگم به جون و دل متوجه بشین، احتیاجی به هیچ چی ندارین، از خیلی چیزا رها میشین. اینقدرم اینا پیچیده نیست، دارید به طور عملی هر چی رو که میگم تجربه کردی. یه جیبم که در نیاوردم که همه اینا رو هممون میدونیم. ببینید این کتاب روی میزه، این کتاب که روی میزه، من این کتاب رو بر میدارم، صفحاتش رو ورق میزنم، کتاب رو میخونم، کتاب رنگش رو میبینم، کتاب مثلا قرمزه، صفحاتش هم اینه و و و و و و درست شد؟ اون ارتباطی رو که من با این کتاب دارم برقرار میکنم، در حقیقت حضور من در این عالمه که این رو درک میکنه، حضور منه که اون کتاب رو درک میکنه. این رو توضیح میدم، حضور یعنی چی؟ الان توضیح میدم که حضور ما در جهان یعنی چی. بذارین حرفم رو تموم بکنم به این موضوع میرسم. ببینید اگر انسان صاحب اندیشه بشه، که همجور گفتم اندیشه رو الان توضیح میدم، و بازم اشتباه نکنید، اندیشه نه این که من رفتم اندیشه مسیحیت رو پذیرفتم یا اسلام رو پذیرفتم یا مارکسیست رو اینا نیست. این یک نوع حرکت حضوریه در وجود انسان. انسانی که صاحب اندیشه شد، اکنون براش اکنون میشه، یک تغییری به وجود میاد، یک نوع تغییر در وضعیت روانیش به وجود میاد. در این وضعیت روانی که من دارم، بعد از اون لحظه لحظه رو میفهمم، همون موقع نمیفهمم. وقتی که موقعیت من عوض میشه، من لحظه رو در همون لحظه درک میکنم، یک تغییره. این رو بهش میگن تولد ثانی، این رو بهش میگن زاده ثانی. یک نوع تغییر وضعیت روانیه که به دست خود من انجام میشه. اینها از اون جاهایی که میدان اختیاری برای من بازه. یادتون هست راجع به اختیار صحبت کردم؟ برای الان بود که تا یه اندازه این زنجیر تو رو میبره، بیشتر از اون نمیتونه ببرتت. این به وسیله خود من انجام میشه. حضوری رو که من در درون خودم میابم،
این میشه اندیشه من. و با این تغییر شما میبینید که دارای دو بالید و با این دو بال دارید پرواز میکنید. یعنی الان زلیخا اومد رسید به یوسف، عشق و حسن در بر هم قرار گرفتند، اندوه هم اومد و با یوسف بعد از حالا اون جدایی ها یکی شد، یعنی با خود حسن. بی جهت نیست این داستان رو انتخاب کرده، چون برسیم به این داستان خیلی حرف داره. زلیخا در مصره، یعقوب که اندوه در کنعانه، در یک همچون فاصله قرار دارن، ولی اینها به هم آویزش دارن. زلیخا در اون عشقی که داره و حالا به حسن نمیرسه، یعقوب درش حاضره، در صورتی یعقوب ازش دوره. یعنی اندوه در عشق جلوه میکنه، در صورتی که اندوه یک بحث دیگه است، یک صفت دیگه است، کاملا جدا از عشقه. ولی عشقو در عشق میآویزه و اندوه به وجود میاد، در صورتی که میخواد نشون بده که فاصله هست. ولی میبینید زلیخا در اندوه، عشق آلوده شده به اندوه. بگذاریم. صحبت ما چی بود؟ صحبت ما این بود که اندیشه که داشته باشی، اندیشه که نداری همیشه کهن است. من اون موقع هایی که بعضی از دوستان صحبت از این میکردن که ما چرا باید بریم سهروردی بخونیم، چرا باید بریم مولانا بخونیم، بیایم امروز جدیدها رو بخونیم فلان و اینها، یکی از این صحبت ها همینه. اگر من اندیشه ندارم، صحبت اکنونی هم برای من کهنه است. اگر صاحب اندیشه باشم، تمام جهان برای من نو و تازه است. روح نو بین در تن حرف کهن، یعنی همین، یا روح نو بین، مال مولانا بود قبلا هم میخوندیم، روح نو بین در تن حرف کهن یا سخن کهن، همینه. ما داریم یک حیاتی رو میبخشیم، یک روح نوی رو میبر سخن کهن به وجود میاریم، که میبینی این حرف هایی که داره زده میشه دقیقا امروز به همون اندازه که اون موقع گفته شده امروز زنده است. آقا ما امروز در قرن بیستم، در سال اگر اشتباه نکنم 1930، زمانی که اون موقع سازمان ملل اینا توی ژنو بود، هنوز نیامده بود، قبل جنگ دوم بود، میگشتن دنبال این که زیباترین ادبیات و اشعاری رو پیدا کنن که بتونه بیانگر حقوق بشر باشه. آقا سعدی مال کیه؟ امروز کیه؟ این شعر خیلی جلوه کرده، خیلی مطرح شد اون زمان. یک شعر آفریقایی بود و شعر سعدی بود که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. بگیم آقا میندازیمش دور، این حرف کهنه است. روح نوبین در تن حرف کهن، اینا یعنی که بریم صاحب اندیشه بشیم. هی فکر نکنیم که دنبال این را بیفتیم، امروز فلان کس داره چی میگه، حرف خوبیه، حرف روز، بریم تکرار کنیم. این یعنی از اندیشه خارج میشی، یعنی از اندیشه خالی میشی. باید بری سراغ این که در خودت بجوشه. پس عزیز من، این که دنبال این فکر کنیم که حرفی رو که سقراط زده 2500 سال پیش بهت گفته که اگر نتونم عدالت رو با کلمات بیان کنم، چنان عادلانه خواهم زیست که فهمی رو به مردم آتن منتقل کنم. امروز بعد 2500 سال من و تو میتونیم عدالت رو تعریف کنیم؟ فقط میتونیم عدالت رو زندگی کنیم، همون کاری که اون کرد. به اینها یه ذره دقت داشته باشیم. اینها یعنی چیزهایی که اندیشه را از ما میگیره. شما کدوم داستان سعدی، کدوم شعر رو پیدا میکنید؟ حالا کار نمیرم اگه که تو دارم پیدا کنید، خب موافق نباشید، به درد امروز نخوره، بقیه رو میخواین چیکار کنید؟ مولانا همینجور، حالا چهار تا شعر هم ممکنه قبول نداشته باشید، ولی بقیه‌اش چی؟
پس اینو در نظر بگیر. اگه میایم سراغ سهروردی، برای اینکه دقیقاً داره مشکل امروزی من و تو رو مطرح میکنه و به همین خاطر چنین گفته که افرادی هم بیان و بتونن روح نوعی به سخن کهن بدن، به حرف کهن بدن. ولی اگه همون موقع میخوندی معنیش هم میفهمید که تاریخ مصرفش تموم میشد، تاریخ مصرف از بین میرفت. خب اما برگردم سر بحث این که ما گفتیم باید صاحب اندیشه باشی، و اگر صاحب اندیشه شدی، اندیشه به تو کمک میکنه که بتونی از نظر زمانی تنظیم شی. وقتی زمان روانی تنظیم شد، همه مشکلات حل میشه، لحظه رو تو لحظه متوجه میشی. یکی از چیزهایی که همه ما انسانها رو صاحب اندیشه میکنه حرکته. عشق به سمت حسن حرکتی کرد، حرکته. نباید محدود کنی خودت رو. وقتی خودت رو محدود کردی، گور خودتو کندی، هرگز رهایی برات به وجود نمیاد. حرفی که من همیشه زدم، بابا نه اینکه زندگی مادی بده، نه اینکه نمیدونم داشتن خانواده بده یا نداشتن خانواده بده، هیچ کدوم از اینا بنا به سلیقه‌ای که داری اون درسته، همه اینا هم حرف مفته که آقا در این یه لذتی هست که تو نمیدونی تا نکشیدی. اینا فقط یه سری کلماتیه که اینا یاد گرفتن برای اینکه من تو رو شکنجه کنن. میگن آقا تو نشینی پشت فلان ماشین نمیدونی چه لذتی داره، نه دو روزه برات کهنه میشه. من اینو نشستم با تجربه هم بهت میگم. آی اگر تو فلان فرزند داده، اینا همش بیخوده. اون دقیقه‌ای که از این در میری بیرون، همش پر از حسرت و عقده است، پر از کم بوده. به اینها دل خوش نکن. پس اولین قدم اینه که محدود نکن خودت رو، حرکت کن. تمام ثمره زندگی تو چیه؟ خب الحمدلله یه کاری کردم، خدا رو شکر، حالا پدرم، همین. اما اگه کمه، اونی که داره فریبت میده. پس اولین قدم حرکته. حرکت رو ما باید به بیرون بکنیم یا به درون؟ ما اون چیز رو که میگیم حرکت در درونه. تو زمانی که در مسیر عرفانی، حالا میتونی مسیر فلسفی کسی بره، حرکت علمی داشته باشه، ما در زمینه خودمون صحبت میکنیم که عرفانیه، اما همه اینها چه علمیش چه فلسفیش چه عرفانیش در نهایت برمیگرده و میرسه به درون انسان که درون انسان رو تعالی بده. ببین من یه چیزی رو بهتون بگم، علم که میگم فقط نرید چون نارید توضیح دم، مثلا منظور ما فقط به علم تجربی مدرن نیست، انسان شناسی علمه، اینا خیلی مهمه. تو حرکت میکنی به سمت درون، تو میای در یک مسیری، در این مسیر تو هزاران چیز مختلف داری میبینی، رازها میبینی، تجربیات میکنی و و و و در حرکت، در اونجا یک آن حضور خودت رو در هستی، همون اونجوری که الان به سادگی کتاب رو درک میکنی، متوجه میشی چیزی درت جلوه کرده که با تجربیاتت، با درکات، با مطالعاتت متفاوته، با تمام اینها متفاوته. این یعنی اندیشه. تا حرکت نکنی این اتفاق نمیفته. باید در شهود حضور پیدا کنی، یعنی شهود برات اتفاق بیفته. شهود چه عقلانی باشه، چه علمی باشه، چه ملکوتی باشه، چه عرفانی باشه، چه هر چیز دیگه ای باشه، باید برات اتفاق بیفته. وقتی که اتفاق افتاد، این حرف متوجه میشی. و الا من اگر الان بیام به شما بگم که 3 دفعه بگو زیم، 6 دفعه بگو زوم، وقتی حالت اتفاق میفته، برو نون رو بخور ولی گوشت نخور، اینا هیچ ربطی به این داستان نداره.
سیگار بکش یا نکش، اینا هیچ کدوم ربطی به این داستان نداره. این فقط در این شرایط به وجود میاد، این فقط در این شرایط به وجود میاد. و تا زمانی که حرکت نکنی این رو متوجه نمیشی. باید حرکت کنی. اگر نشستی کسی فرمولی رو به تو بده که بگه طبق این فرمول عمل کن، حالت وضعیت روانی تو تغییر خواهد کرد، داره فریبت میده. باید بری، باید حرکت کنی، غیر از اون اتفاق نمیفته. خب این شد تا اینجا بحث صحبتهایی که من از هفته پیش داشتم و باید ادامه میدادم. حالا یکی دو تا نکته هم راجع به خود عقل بهتون بگم، اینا اطلاعات خوبیه که داشته باشین. من جلسه قبل گفتم که ما رو عقل ریاضی، عقل فیزیک، عقل شیمی، اینها عقل، شئونات عقله، نمیدونم عقل اقتصادی، اینها شئونات عقله. ببینید اولین کسی که عقل رو به کار برده ظاهرن طبق سواد من، حالا اگه کسایی بهتر میدونن، چون اینها رو میگم بدونید، ما چی میگم، دوستانی که فلسفه میخونن، هراکلیتوسه. هراکلیتوس اولین کسیه که لوگوس رو به نطق کرد. لوگوس به معنی همون اون خورشید عقله، لوگوس یعنی همون عقل. و شاید قبلا هم براتون گفتم، شما هر جایی که در زبانهای لاتین لوژی میشنوین، هر چیزی، ایدئولوژی، رادیولوژی، نمیدونم، لوژی از لوگوس گرفته میشه، به معنی این که شما اون عقل و اون دانایی رو تو اون زمینه دارین، یعنی دفعه این تحقیق کردین، اینو داشته باشین. اولین کسی که این رو به کار برد هراکلیتوسه. من راجع به هراکلیتوس شاید یه جلسه یا دو جلسه صحبت کردم قبلا، حرفای خیلی ارزشمندی رو داره. بعد از اون خیلی کسا هستن تا میرسیم به افلاطون، که افلاطون لوگوس و بعد عالم مسد رو مطرح میکنه، میایین میرسیم به ارسطو، میایین تا به فلوتین میرسیم. فلوتین که دیگه براتون توضیح دادم چه توضیحاتی رو راجع به عقل داده. اما اینی که من گفتم عقل شئونات عقلی خود عقل نیست، این حرف از فارابی در جهان فلسفه اسلامی وارد شده. اما شما اگه برگردید به قبل، بسیار قبل از فارابی در یونان، حالا یا رواقیون یا طرفداران افلاطون و هراکلیتوس این حرفا رو زدن. بیشتر این حرف شئونات عقلی رو اونها زدن، گفتن یک عقل اصلی وجود داره، لوگوس وجود داره، که اون چیزی که نصیب من و شما میشه که ما بهش میگیم عقل، این بذری از اون عقل، تخمی از اون عقل پخش شده، حالا یه بذری تخم نصیب من شده، یکی نصیب شما شده، همون اون شئونات عقلی است. همون چیزی که اگر میخونید لوگوی اسپرمیتیکو، اون به اصطلاح اسپرم هست، این چیز یونانیش، یعنی همین این شئونات عقلیه. اینا بذرهایی که ما امروز بهش میگیم استعداد. من استعدادم در ریاضی خوبه، من استعدادم در ادبیات خوبه، اون یکی استعدادش در اون خوبه، این همون بذر هاست و همون تخم هاست که در ما کاشته میشه. و همه اینها هم صحبتشون اینه که باید این بذرها مثل تمام بذرهای دیگه رشد کنن، از زیر خاک سر در بیارن و تبدیل شن به عقل کل. اینها همون چیزیه که من بهش الان گفتم اندیشه. بعد از افلاطون لوگوس رو ارسطو به نام عقل فعال نام برد، که عقل فعال وارد فلسفه اسلامی شده. توجه میکنید؟ اینها رو میگم که این مقدمات رو داشته باشین، خیلی گیج نشیم. آقا عقل فعال یعنی چی؟ لوگوس یعنی چی؟ ارسطو اومد اسم لوگوس رو گذاشت عقل فعال، و این عقل فعال وارد ما شد، و هر اون چی که اتفاق میفته اینه.
این اطلاعات رو باید بهش داشته باشیم که وقتی صحبت میکنیم چیز داشته باشیم. شما یه چیزی هم شنیدین راجع به عقول دهگانه؟ او حتما خیلیاتون شنیدین. عقول دهگانه ربطی به این صحبت‌های ما نداره. پایین داستان سهروردی اشاره میکنه، شارحین هم میگن ربط داره، ولی من به شما میگم ربط نداره. حالا بهش میرسم. عقول دهگانه مال مشائیونه، مال ارسطویی هاست، که چون یک اصطلاحی در فلسفه هست که بهش میگن موجود الواحد. موجود الواحد یعنی همون احد، یعنی همون خدا. اون نمیتونه کثرت بیافرینه، اون چیزی رو که میآفرینه واحده. پس عقل اول رو آفرید، عقل اول عقل دوم رو آفرید، همینجور میایین جلو. اون عقل اول در واقع همون گوهر تابناکه. همینجور میرسین تا به عقل دهم که کثرت این جهان رو آفریده. اینا مال مشائیونه. اینم من بهتون بگم، این چی که اشراقیون میگن، یعنی خود سهروردی که یکی از کلیدترین اشراقیونه، اینا به عقول دهگانه معتقد نیستن. اینا میگن بی نهایت عقل وجود داره و هر کدوم از این عقل ها در ما داره جلوه میکنه، در هر کسی جلوه میکنه. عقل اول و دوم و دهم مال مشائیونه. سهروردی این چیزها رو به این صورت قبول نداره. این رو هم خواستم بدونید که وقتی گفته میشه عقل مفید، عقل فعال از کجا گرفته میشه. تمام اینها همون لوگوس هستش که به کار رفته. خب ما داستان خوندیم تا اینجایی که آسمان و زمین به وجود اومد و برادر کهین که حزن بود آویخت به برادر وسطین و جهان ما در این دوتاست. حالا چون آدم خاکی را بیافریدند، ببینید ما الان رفتیم توی هستی شناسی، چیزی وجود داره که همه هستی زیر تابش عقله. و فراموش نکنید این عقل مخصوص من و توی انسانی فقط نیست، ما عقل یونیورس داریم، عقل کائنات داریم که کائنات رو حرکت میده. درسته برای ما قابل درک نیست، و درسته درکش با عقل ما فرق میکنه، ولی اون رو هم براش عقلی قائلن. این پس کائنات بود که آفریده شد، یعنی اساس کائنات اینجور آفریده شد، نه بر اساس زیست شناسی، بر اساس اونتولوژی و اپیستمولوژی، نه بر اساس زیست شناسی. شما باید برین زیست شناسی فرم اون موقع هم در زمان خودشون از دیدگاه زیست شناسی پیدایش کائنات رو فرم دیگه ای می دیدن. حالا اومدیم سراغ آدم. چون آدم خاکی را بیافرید، آوازه در ملأ اعلی افتاد که از چهار مخالف خلیفه ای را. ببینید در تمام هستی، در تمام کائنات تا عقل و کل، ملأ اعلی ولوله افتاد که آقا یه چیزی به وجود اومده از چهار عنصر مخالف. این چهار عنصر مخالف همون عناصر اربعه ان که آب و باد و خاک و آتش، از اون یک خلیفه‌ای به وجود اومده. این خلیفه رو شما بذارین کنار خلیفه‌ای که من از مولانا خوندم، داستان اون سبو بردن مرد عرب همینه دیگه، که رفت پیش یک خلیفه، راجب اون خلیفه داره صحبت میشه، راجب نفس، راجب هویت اصلی آدم داره صحبت میشه، نفس واحد آدم، نه من و تو. من و تو زیر مجموعه اینهاییم. ببینید این چهار تب را که دشمن یک دیگرند، دست این هفت رونده که سرهنگان خاصند باز دادند تا در زندان شش جهت محبوس گردند. انسان دست هفت سرهنگ، شارحین میگن هفت سرهنگ این هفت فلکه، بر اساس علم اون زمان تلمیوسی این هفت فلک، این هفت سیاره‌ای که هستن، اینها اون هفت سرهنگانن. شش جهت هم میشه
جهت بالا، پایین، شمال، جنوب، شرق، غرب. این هم اون شش جهت. اما من به شما میگم این به اون، این سرهنگان به اون اشاره نداره. توضیحات زیادی رو خواهم داد سر این موضوع. پس ما اومدیم در این شش جهت محبوس شدیم، همون چیزی رو که من براتون توضیح دادم. ما به هبوط معتقدیم، نه به سقوط. در سقوط نابودی میتونه باشه، ولی در هبوط همیشه نزول اجلال هست. یعنی شما از یک مرحله بالاتر میاد به یک مرحله پایینتر، از یک درک فوق‌العاده برتر اومدی تو درک حسی، و اینها اسیر شدن در این شش جهت. توجه کردی؟ اینها اسیر شدن در این شش جهت. بله، من یه نکته ای رو هم سر تا وارد بحث آدم نشدم، چون وارد بحث آدم بشم باید دیگه برم توی خیلی بحثا، چون از بحث ما همین آدم شناسی حالا به هستی و اینا زیاد کاری نداریم. در رابطه با اینکه یک جوهری وجود داشته، یک گوهر تابناکی وجود داشته به نام عقل، این عقل سه صفت داشته، از این صفت ها هر کدوم یه چیزی پدید اومده. حسن پدید اومده، عشق پدید اومده و اندوه پدید اومده. اینها برادر یکدیگرن، چون هر ستای اینها ریشه در اون دارن. من باید یه نکته رو توضیح بدم بعد دیگه بقیه صحبت های آدم رو انجام بدم. ببینید آقا جان، من یه صحبتی رو سر آفرینش باید با شما بکنم. زمانی که شما وارد میشید در بحث های عرفانی و یا فلسفه اشراق، شما یک اندیشه برتر رو بسیار درخشان میبینید که در اینجاها وجود داره، و اون بحث وحدت وجوده. شما الان این رو دارید اینجا میبینید، در اینکه حسن، عشق، اندوه، هر ستای اینها از یک جوهرن، اما هر کدوم از این صفت ها داره یه چیز رو پدید میاره. این مسئله رو شما اینجا ببینید، بیایید توی جناب صدرا، صدر المتعلهین، همین رو میبینید. برگردید برید سراغ رواقیون، با وجود اینکه رواقیون متریالیست بودن، بسیار تفکرات اینجوری داشتن، برید تا سراغ غیر پیشا سقراطی ها، هراکلیتوس که بحث خدا و اینها وجود داره، این نوع آفرینش رو میبینید. یعنی اینکه یک جریانی وجود داره که این جدیده ها رو پدیدار میکنه، ولی از اینها جدا نیست و عین اینها هم نیست. این با اینکه من با عنوان یک مهندس میرم یه ماشین اختراع میکنم متفاوته. درسته ماشین محصول دست منه، اما ماشین من نیست، از یه جنس دیگه است، از یک جریان دیگه است. به این موضوع میگن پانتئیزم. پانتئیزم در پیش از سقراط وجود داشته، در سقراط وجود داره، در زمان سهروردی وجود داره، در زمان هگل وجود داره، امروز هم وجود داره و خیلی شدت گرفته. پانتئیزم رو خیلی بهش دقت کنید، وحدت وجود رو بهش خیلی دقت کنید. بسیار توضیح دادم، باز هم توضیح میدم که وحدت وجود چطور من رو میآفرینه. من رابطم با خالق، من رابطم با خود لوگوس و همینطور با زیر مجموعه های لوگوس چیه. این سه تا صفت رو بهش دقت کنید، خیلی بهش دقت کنید چی گفته میشه. ببین من یه مثال میزنم، حرفم رو باز میکنم. شما بیاین مثنوی رو در نظر بگیرین، بهترین مثاله. ما همیشه به شما میگیم اگر میخواین مولانا رو بشناسین برین سراغ دیوان کبیر، برین سراغ مثنوی، نرین سراغ تاریخ.
تاریخ حرفی برای گفتن نداره، هر کسی همینطوره. فرد رو در آثارش میتونید بشناسید. شما زمانی که ابیات مثنوی رو میخونید، اون چیزی که در یک بیت زیبا میخونید از مثنوی یا از دیوان کبیر، شما غیر از اینه که یک جوهری رو روی کاغذ، یه سیمبولی گذاشتن و شما دارید اون سیمبول ها رو میخونید. بشنو از نی چون حکایت میکند. این بشنو یه ب، یه شینه، یه نونه، یه واوه، درسته؟ همینجور تا آخر. اینها سیمبول هاییه که من و شمایی که فارسی بلدیم اینها رو میتونیم بخونیم. آیا این مولاناست یا فقط حروف فارسیه؟ اما شما میخواید به من بگید در این سیمبول ها، در این حروف، در این نشانه ها و نمادها شما مولانا رو نمیابید؟ مولانا در تمام این ابیات به طور مزمر و خیلی جاها به طور عیان داره خودش رو به شما نشون میده. اما آیا این کتاب، این خودکار، این کاغذ که شده مثنوی، آیا این وجود مولاناست؟ اگر بگید مولانا در این نیست، اشتباه بزرگیه. همش داره مولانا در جلوه میکنه، همش مولانا داره خودش رو نشون میده. ولی اگر بگید همون جلال الدین محمده، خب این اونم نیست. ارتباط رو میبینید؟ ابیات، ابیات مثنوی گفت روح مولانا درشه. مولانا درش کاملا در حرکت، هر بار که میخونی ارتباط داری و با حرکت مولانا حرکت میکنی و اصلا بهش وصل میشی، اصلا انگار کنار مولانایی. ولی اون مولاناست، اون فقط یه جوهر و کاغذه. اما این سیمبول پلی زده، المجازو بنترت الحقیقه، یک پلی زده که من و تو رو وصل کرده به مولانا. همین پل، همین مجاز، همین سیمبول، همین چیزی که ما بهش میگیم حروف الفبا، من و تو رو وصل کرده به مولانا، درسته؟ اما اینا که مولانا نیستن. که من به شما میخوام بگم شما هر جایی که مولانا رو بخواین پیدا کنید، به محض اینکه به این سیمبول ها وصل میشین، شما وصل میشید به مولانا. همینطوری در رابطه با تلفنامون دیگه، شما زمانی که یه عزیزی دارید مثلا دور ازتون توی کشور دیگه است، شما به محضی که دست میبرید به تلفن، مثلا شماره رو میگیرید، وصل میشید به اون. اما اونی که دارین توی این تلویزیون تلفنتون میگیرید، همه اونه، درسته؟ عکسشو داری میبینی، حرکاتش، ولی واقعا این هم اونه؟ توجه میکنی؟ این ارتباطیه که ما با مولانا برقرار میکنیم، درست شد؟ به خاطر این میگم که خیلی از کسانی که پانتئیزم رو اشتباه فهمیدن، چه در غرب، چه در فلسفه هگل، چه در شرق خود ما، هیچ کدوم فرقی نمیکنه. اینها میان یه جوک تعریف میکنن که آقا جون پانتئیزم یعنی همه ما خداییم. نه عزیز من، اینی رو هم که ما میگیم ارتباط میتونی پیدا کنی با خدا، ارتباط پیدا کنی با عقل مطلق، ارتباط پیدا کنی با لوگوس. این توان در تو هست، ولی کسی نگفت تو خدایی. و اگر نگاه کنید تو این زبان عوام کشیده شده، خیلی عوامانه، من یه خدایی تو قلب خودم دارم، به همه اونم چسبیدم. نه عزیز من، هم چیزی مطلق، هیچ کس هم چه حرفی نزده، هیچ عاقلی، هیچ صاحب اندیشه هم چیزی رو نگفته. تو راهی رو داری که بتونی وصل شی به اون لوگوس، بتونی وصل شی به اون، ولی تو در این حال حاضر اون جوهر و قلم و کاغذ و مرکبی، اون نمولی که این بدنته، باید از طریق این وصل بشی و این شدنی. من بهتون بگم، بسیار قبل از اینکه این توضیح رو بدم، این اشتباه رو هیچ وقت نکنید. بگید آقا به وحدت وجود، اینکه آقا من خدا، نه آقا هم چیزی نیست.
این سنگم خداست، این مال عوامیت افراد. ببینید مثلا خود جناب صدرا، صدر المتعلهین، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، کل الاشیاء و الیس بشیء منا. میگه که حقیقت یعنی وجود خدا در تمام، بسیط یعنی چیزی که به اصطلاح واحده، در تمام اشیا هست، اما این اشیا خدا نیستن، خدا هم اشیا نیست، همینجور که این بیت مولانا نیست. توجه میکنی؟ اما چه اتفاقی میفته وقتی که مولانا رو میخونی؟ همه اون ابیاتی که میخونی مگه زیر و زبرت نمیکنه؟ مگه از این رو به اون رو نمیکنه؟ مگه یک دفعه تحول بزرگی در ایجاد نمیکنه؟ ولی خیلی این موضوع بوده دیگه، وقتی که حافظ رو میخونی مگه مستقیم باهات حرف نمیزنه؟ اینی که داره با تو مرتبط میشه در حقیقت این قسمت مجازه، اون ابیات، اون نوشته هاست که تو داری میخونی و این یک پلی میشه بین تو، بین وجود حقیقی تو و روحی که در این وجود داره. اما این ابیات مولانا نیستن، اما این ابیات خالی از مولانا نیستن. توجه میکنید؟ این مسئله پانتئیزم و این مسئله وحدت وجود همین موضوعه. یعنی اول چیزی رو که خالق آفرید جو گوهری بود به نام عقل و عقل این رو نامیدن. این سه توان متفاوت درش بود، سه صفت متفاوت درش بود که این سه صفت هر کدوم پدید اومدن، یکی شد حسن، یکی شد عشق و اندو. در من و تو هم همینه. وقتی که من به وسیله این شنیدنم، به وسیله شنیدن اون ابیات وصل میشم به اون حقیقت لوگوس، قادر هستم که بتونم اون زیر و زبری رو که ما بهش میگیم صاحب اندیشه شدن، حضور در هستی پیدا کردن، ایجاد کنم. لازمش چیه؟ لازمش حرکته. حرکت رو از خودت نگیر. اون وقت میبینی که وقتی که میگه میتراش و میخراش، جوک برات تعریف نمیکنه، تا دم آخر دمی غافل مباش، برو وای نیسا، که این یعنی حرکت، یعنی این حرکت رو در خودت میتونی ایجاد کنی و به نتیجه برسی. من خواستم فقط باز کنم که وقتی ما از آفرینش داریم صحبت میکنیم، اینا بحث لفاظی نیست، از یک موجودیت مادی حرف نمیزنیم. از مهمترین چیزهایی که خود جناب سهروردی این فارسی رو میاره جلو. من وقتی که دارم ابیات مولانا رو میخونم، آقا آفرینشی در من به وجود، من اصلا یک آدم دیگه شدم. جسمم که همون جسمه، جسمم که همون جسمه، پس چیم تغییر کرده؟ این همون موضوعه. اونجایی که شما میبینید آفرینش مثنوی مولوی توشه، اما در این حال اینا مولوی هن. ارتباط رو میبینید؟ این ارتباط به وجود میاد، این پدیده به وجود میاد. ناگاه نگارگر تقدیر، پرگار تدبیر بر تخته خاک نهاد. حالا غیر از این که از نظر هنر نثر فارسی میبینید چه چیزی رو داره مطرح میکنه، اون به اصطلاح نگارگر، اون نگارگر، نگارگر رو میخوای عقل کل بگیر، همون چیزی که گفت گوهر تابناک، میخوای خداوند بگیر، با اونش کار ندارم.
اما پرگار تقدیرش رو قرار بود که در میان موجوداتی که روی زمینن یک خلیفه‌ای بلند شه که نه تنها از چهار عنصر متضاد تشکیل شده، بلکه جایگاهی رو داره پیدا میکنه، جایگاهی رو داره پیدا میکنه که ببینید چه جایگاهی میشه. صورتی زیبا پیدا شد، یکیش ظاهر زیبای انسان بود. این چهار طبع را که دشمن یکدیگرند به دست این هفت رونده که سرهنگان خاص هستند که باز دادن تا در زندان شش جهتشان محبوس کردند، در همین چیزی که توضیح دادم. چندان که جمشید خورشید، ببینید خیلی زیبا میگه جمشید، به اصطلاح نور جم، جمشید پادشاه اول، انسان اول، یعنی در حقیقت کسی که پایه‌گذار تمدن و زندگی و همه چیزه، این رو نشونده در کنار خورشید که یعنی این دارای اون لوگوس عقلانی بوده و همینطور نثر زیبایی رو به کار برده. چهل بار کره مرکز برآمد. چهل بار که شد یعنی چهل روز گذشت، چهل دوره گذشت. من با اینا زیاد کاری ندارم که بحث هستی میخوام ردشم یه به انسان شناسی برسم. چون اربعین صباحاً تمام شد، صبحی که چهل روز تمام شد، کسوت انسانیت در گردنشان افکند. یعنی داره صحبت میکنه سهروردی که چهل روز یعنی چهل دوره، همون یوم دیگه که هم روز میشه و هم دوره گذشته و انسان به مقام انسانیت رسیده، یعنی از حیوانات متمایز شده، دیگه این موجود حیوان نیست، مقام انسانیت برگردنشه. حالا این هم گفتم مقام انسانیت با حیوانیت چیزیه که اینا مطرح میکنن. تا چهارگانه یگانه شد، آب و باد و خورش و خاک یگانه شد، شد این جسم. این چهار عنصریه که و میدونید امروز هم بسیاری از این طبابت های سنتی رو میکنن با همین چهار عنصر میکنن دیگه. این چهار عنصر شد این جسم خاکی من، شدن یه عنصر. آب داره، گرما داره، حرارت داره، خاک داره و باد داره، هوا داره. چون خبر آدم در ملکوت شایع گشت، حالا خبر یه همچون اتفاقی توی ملکوت افتاده، اهل ملکوت را آرزوی دیدار خواست. ملکوت فرشته ها خواستن ببینن این چه چیز عجیب غریبیه که درست شده. این حال بر حسن عرضه کردند. از اینجا داستانم شروع میشه. ببین این حالتی که آقا یه چیزی به وجود اومده که همه ما ازش بیخبریم، جنسن حیوانه، جنس خاکه، ولی ذاتن راه داره به عالم جبروت. همه موندن که آقا مگه میشه همچون چیزی، از حیوانی همچون چیزی در بیاد؟ بله در اومده. به حسن عرضه کردند. حسن که پادشاه بود گفت اول من یک سواره پیش روم، اول من میرم جلو ببینم چیه، اگر مرا خوش آید روزی چند آنجا مقام کنم. گفتش که من میرم به سمت این موجود، این چیزی که بهش میگید انسان، آدم، اگر خوشم اومد یه چند روزی اونجا میمونم، شما نیز بر پی من بیایید. پس سلطان حسن بر مرکب کبریا سوار شد و روی به شهرستان وجود آدم نهاد. من با تک تک این کلمه ها کار دارم. حسن چی گفت؟ حسن مهمترین صفت
اون گوهر تابناک عقله. آقا جان یه همچون چیزیه، من اول میرم اگر دیدم خوب بود، شماها یعنی عشق و اندوه و اینج بقیه حتی فرشته ها شما پشت سر من بیاین تو این تو رو ببینید دیگه، ببینید چه خبره. این مهمه. وارد شهرستان شد، اینجا رو شهرستان میگه، بعدن میگه مملکت، یعنی داره نشون میده که انسان در اون مرحله‌ای که عقل نزول کرده، انسان هنوز شهرستانه، نیمه حیوان نیمه انسانه، هنوز اون مرحله تکاملی کامل رو نگذرونده. شهرستان وجود، وجود آدم نهاد، پس پا به عرصه شهرستان وجود آدم نهاد، جایی خوش و نزهتگاهی دلکش یافت، فرود آمد. دید آقا عجب جاییه این، جایی که این فرود اومد، دید نزهتگاه تفریحگاه بسیار زیبایی و جای خوشیه، همگی آدم را بگرفت، چنان که هیچ چیز آدم نگذاشت، سر تا پای وجود آدم رو حسن گرفت، زیبایی گرفت، یعنی از سرش اومد، از نوک پاش رفت بیرون، تمام اینها رو در بر گرفت. عشق چون از رفتن حسن خبر یافت، حالا اون یکی صفت که در عقل بوده که اسمش عشقه، خبردار شد که حسن رفته، دست در گردن حزن آورد و قصد حسن کرد. عشق حزن رو بغل کرد و با هم اومدن به سمت حسن. اهل ملکوت چون واقف شدند، برادرانند، یعنی ملکوت هم در پشت این برادر اومدن، یعنی حسن اومد نشست و بعد عشق اومد و اندوه اومد و پشت سر این ملائکه و فرشته ها اومدن. عشق چون به مملکت آدم رسید، حسن اومده، این اونجاهایی که ما یه جاهایی با بعضی شارحین مشکل پیدا میکنیم، خیلی سطحی گذشتن، نه بابا حرف میچنه، اونجا میگه شهرستان، اونجا میگه مملکت. از زمانی که حسن نزول کرده و تمامی وجود ما رو گرفته، شهرستان تکامل و تعالی پیدا کرده، شده مملکت. حالا که عشق اومده، وارد یک مملکت شده. شما اول اینو باید معنی بکنم که بتونم حرفم رو بزنم. حسن را دید، چی دید؟ عشق دید. حسن را دید، تاج تعزز بر سر نهاده. ببینید تاج تعزز یعنی تاج عزت، تاج پادشاهی. شما میبینید تمام عرفای ما وقتی که صحبت میکنن، همش یه صحبت از شاه و شاهنشاه و اینا میکنن، چون تاج عزت بر سرشونه. تاج تعزز بر سر تخت وجود آدم قرار گرفت، بر سر تخت وجود آدم با تاج تعزز نشسته، یعنی جایی نشسته که تخت وجود آدمه و اونجا حسن نشسته. عشق خواست چی کار کنه؟ خواست تا خود را در آنجا گنجاند. عشق خواست خودش رو وارد کنه در اونجایی که حسن نشسته. پیشانیش به دیوار شت افتاد. پیشانی عشق خورد به دیوار وحشت، به دیوار دهشت. از پای در آمد افتاد. حزن حالی دستش گرفت. عشق چون دیده باز کرد، اهل ملکوت را دید که تنگ در آمده بودند، روی به دیشان نهاد. عشق رو به ایشان نهاد، یعنی پیشونی عشق خورد به دیوار وحشت و افتاد. اگر حزن دستش را نگرفته بود، به جایی نمی رسید. یادتون میاد جلسه قبل می گفتم خطا بر قلم سون نرفت، یعنی اگر این خطاها نباشه، پینوکیو نمیتونه تبدیل شه به انسان. حزن مهمترین جاییه که برادر
دست در آغوش عشقه و ما لازمش داریم. روی به دیشان نهاد، ایشان خود را بدو تسلیم کردند و پادشاهی خود بدو دادند. من یه مقداری از اینها رو خوندم که فقط توجه داشته باشید که اصل صحبت ما رو اینها، حالا بقیه صحبت ها جمشید خورشید یا هفت سرهنگ اونا به کار ما نمیاد، میخواییم با روح انسانی آشنا بشیم. پس عشق که اومد بره پیش حسن، پیشانیش خورد و افتاد تفلک. حسن دستش رو گرفت، وقتی چشمش رو باز کرد دید تمام ملائکه، تمام فرشته ها اونجا جمعند. این تا اینجای داستان، انشالله بقیه داستان رو هفته بعد با هم دنبال میکنیم. خسته نباشید. روابط عمومی هستی اوریان.